فرانس در آلمان، یک سیاست جدید در قبال ایران، حقوق بشر، توقف تروریسم، حمایت از قیام مردم ایران. قسمت اول. با شرکت نمایندگان مجلس فدرال آلمان، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی آلمان و اروپا، نمایندگان جوامع ایرانی و بزرگداشت 19 فروردین. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. مریم رجوی: مناسبات دیپلماتیک با رژیم آخوندها باید به توقف سرکوب در ایران و تروریسم رژیم در اروپا منوط شود. مسیر ممانعت از دستیابی رژیم به بمب امتیاز دادن نیست. در تجربه 40 ساله روشن شده مماشات آخوندها را در جنایاتشان جریتر می کند. مقاومت ایران از توافقی که به طور جدی و عملی مانع دستیابی رژیم به بمب اتمی شود استقبال می کند. به همین دلیل پروژه مخفی سلاح اتمی رژیم را اولین بار مقاومت ایران به عنوان یک وظیفه ملی افشا کرد. بدون تلاش‌های مقاومت ایران، آخوندها مخفیانه به بمب دست پیدا می‌کردند، زیرا دستیابی به سلاح اتمی بخشی از استراتژی بقای رژیم ولایت فقیه است. جامعه ایران در یک وضعیت انفجاری و در یک موقعیت انقلابی است. رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه خود قرار دارد. دود و دم‌های رژیم و ولی فقیهش تلاشی است مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن بر موقعیت شکننده‌اش. انتخابات ریاست جمهوری رژیم که قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود، از نظر مردم ایران یک نمایش بیش نیست و با تحریم سراسری مواجه خواهد شد. مردم ایران همواره گفتند و قاطعانه میگویند نه به آخوندها، نه به استبداد مذهبی و نه به آزادی کشی و اختناق و غارت، و آری به آزادی و رأی جمهور مردم و آری به جمهوری دموکراتیک. تأکید سخنرانان کنفرانس بر لزوم متوقف شدن نقض حقوق بشر در ایران و توقف فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی رژیم در اروپا. سخنرانان کنفرانس: آلمان باید سیاستی پیگیرانه‌تر و سازش‌ناپذیرتر نسبت به رژیم ایران اتخاذ کند. حمایت از قیام مردم ایران و برقراری ایرانی آزاد و دموکراتیک بر اساس انتخابات آزاد و جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت. خانوم ها، آقایان، نمایندگان و شخصیت های محترم، سلام و درود بر همه شما. ابتدا از همبستگی و حمایت شما از مردم و مقاومت ایران و مجاهدین در اشرف سه در مبارزه برای آزادی و دموکراسی تشکر میکنم. امروز و در این فرصت میخواهم در مورد تحولات در ایران و چشم‌اندازها صحبت کنم، ولی ابتدا به اختصار اشاره می کنم به مباحثی که این روزها درباره برنامه سلاح هسته‌ای رژیم آخوندی جریان داره. اینکه آیا دولت‌های غرب باید به باج‌خواهی آخوندها تن بدن و به توافق اتمی پیشی برگردن، یا مسیری رو در پیش بگیرن که در برابر خطرات مبرم این مهمترین تهدیده صلح و امنیت جهان چاره‌جویی کنه. خطراتی مثل برنامه اتمی و برنامه موشکی، دخالت‌های پرجنایت این رژیم در منطقه و نقض حقوق بشر مردم ایران. مقاومت ایران از هر گونه توافقی که مانع دستیابی رژیم به بمب اتمی بشه استقبال می‌کنه. به همین دلیل پروژه مخفی سلاح اتمی رژیم رو اولین بار مقاومت ایران به عنوان یک وظیفه ملی افشا کرد.
بدون تلاش مقاومت ایران، آخوندها مخفیانه به بمب دست پیدا می کردن. زیرا دستیابی به سلاح اتمی بخشی از استراتژی بقای رژیم ولایت فقیه. باید تأکید کنم که مسیر ممانعت از دستیابی رژیم به بمب امتیاز دادن نیست. در تجربه 40 ساله روشن شده که مماشات آخوندها رو در جنایاتشون جریتر میکنه. به همین دلیل بعد از توافق سال 2015، یعنی سال 1394، رژیم فعالیت‌های مخفیش برای کسب سلاح اتمی رو متوقف نکرد. به عکس، سرکوب مردم ایران و فعالیت‌های مخرب در منطقه و تروریسمش در اروپا رو افزایش داد. به روند فزاینده تروریسم رژیم در اروپا از نیمه دوم سال 1395 نگاه کنید. نقطه اوج اون تلاش برای بمب‌گذاری در گرد همایی مقاومت ایران در تابستان سال 97 در حومه پاریس توسط یک دیپلمات شاغل رژیم بود. این گرد همایی با حضور 10,000 ایرانی و شهروند اروپایی و صدها نماینده پارلمان و شخصیت از سراسر جهان از جمله آلمان برگزار شد. و در صورتی که این انفجار صورت می گرفت، یک فاجعه انسانی غیر قابل جبران رخ می داد. همچنان که مطلعید، به دنبال دستگیری و محاکمه در دادگاه آنتورپ بلژیک، در یک حکم تاریخی دیپلمات تروریست رژیم به 20 سال زندان و سه همدست اون به 15 تا 18 سال زندان محکوم شدند. چند روز قبل اعلام شد که اتحادیه اروپا چند فرد و برخی نهادهای رژیم آخوندی رو به خاطر سرکوب قیام آبان 98 مورد تحریم قرار میده. ما البته از این نامگذاری استقبال میکنیم، ولی مردم ایران انتظار دارن که به خاطر کشتار 1500 تظاهر کننده و به خاطر تروریسم اروپا اقدامات مشخصی انجام بده. از جمله کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک، بستن کلیه مراکز رژیم در اروپا که تروریسم اون رو پشتیبانی میکنه، و همچنین باید مناسبات دیپلماتیک به توقف سرکوب در ایران و تروریسم رژیم در اروپا منوط و مشروط بشه. ما خواهان اون هستیم که کشورهای اروپایی و مشخصاً آلمان از فروش تجهیزاتی مانند دستگاه‌های شنود به این رژیم خودداری کنند. زیرا آخوندها برای سرکوب مردم از اون استفاده می‌کنند. دوستان عزیز، امروز یک واقعیت بسیار سرسخت در ایران وجود داره. جامعه ایران در یک وضعیت انفجاری و در یک موقعیت انقلابی. رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار داره. دودمهای رژیم و ولی فقیه اون تلاشی است مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن بر موقعیت شکنندش. اولویت آخوندها تأمین و تجهیز و تسلیح گروه های تروریستی در منطقه و برنامه سلاح اتمی و موشکی برای بقای خودشه. به دلیل این سیاست ها و چپاول و غارت سرمایه های کشور، همین حالا 80% مردم زیر خط فقر هستند و تعارض میان مردم ایران و این رژیم به نقطه غیر قابل بازگشت رسید. رژیم آخوندی در یک بن‌بست مرگبار گرفتار شده که راه خروجی براش متصور نیست. خامنه‌ای با سیاست انقباض و افزایش سرکوب تلاش میکنه مانع از قیام مردم و فروپاشی رژیمش بشه. ولی این سیاست وضعیت انفجاری جامعه رو تشدید میکنه. تا یک سال گذشته
به رغم کرونا و سیاست ضد مردمی رژیم که به جای مقابله با این ویروس عملاً از اون به عنوان سپری برای مقابله با اعتراضات مردم استفاده کرد و به رغم بیماری و محدودیت‌های ناشی از اون، شعله‌های مقاومت توسط جوانان شورشی و کانون‌های شورشی در سراسر ایران فروزان نگه داشته شده. مردم ایران به صریح‌ترین شکل ممکن خواسته خودشون رو برای تغییر رژیم در قیام آبان سال 98 اعلام کردند. به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری رژیم که قرار 2 ماه دیگه برگزار شه از نظر مردم ایران یک نمایش بیش نیست و با تحریم سراسری مواجه خواهد شد. در همین هفته در 23 شهر ایران بازنشستگان معترض شعار می‌دادند که ما دیگه رأی نمی‌دیم زیرا همواره دروغ شنیدیم و عدالتی ندیدیم. مردم ایران همواره گفتند و قاطعانه میگویند نه به حاکمیت آخوندها، نه به استبداد مذهبی و نه به آزادی کشی و اختناق و غارت و آری به آزادی و رأی جمهور مردم و آری به جمهوری دموکراتیک، انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و تضمین حقوق ملیت‌ها و پیروان همه ادیان و یک ایران غیر اتمی در همزیستی و صلح با همسایگانش. دوستان و شخصیت‌های گرامی، به رغم راه طولانی و دشوار و سرکوب در داخل ایران، چشم‌انداز روشن است. حالا زمان پیشروی و تهاجم مردم و مقاومت ایران است. زمان به ثمر نشستن خونهای پاک شهیدان، از جمله شهیدان 19 فروردین سال 1390 است که در 10 سالگرد اون هستیم. اون روز مجاهدین در اشرف در یک پایداری خیره کننده، یک نبرد پر افتخار میان دست‌های خالی اما قلب‌ها و سرهای پرشور، با قوای سراپا مسلح دولت دست نشانده ولایت فقیه در عراق خلق کردند. حماسه 19 فروردین با 36 شهید مجاهد خلق، با پیام خواهر عزیزم سبا، برای همیشه زنده و جاوید است. یادتون هست که اون با آخرین توانش گفت ما تا آخرش می ایستیم. بله، با شعله فروزان و خونها و رنج ها و شکنج ها و قیام مردم ایران، نباید تردید کرد که دوران رژیم ضد بشری آخوندی به سر آمده و مردم ایران مصمم هستند که یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار سازند و این قطعاً محقق خواهد شد. و حالا سؤالی که پیش روی همه و به خصوص اروپاست این است که در نبرد مردم ایران علیه استبداد مذهبی و برای آزادی در کدام طرف قرار می گیرند؟ از همه شما، به خصوص از حمایت‌های شما از مقاومت مردم ایران و حمایت‌های شما در این سالیان از مجاهدین اشرفی قدردانی می‌کنم. درود بر همه شما.